ایران اگر که تصمیم بگیره کشور نرمال و عادی بشه، این به میزان وام هایی که حالا بانک جهانی بده یا صندوق بین المللی پول بخواد بده و اینا، در قبال اون در واقع ذخایر ارزی که خود ایران داره چندان نیستش. مشکل جمهوری اسلامی، یعنی همین الان هم ذخایر ارزی جمهوری اسلامی بالای 100 میلیارد دلار هستش. درست میگید، بحث تحریم ها اثر میگذاره و شما اگر که نگاه بکنید مثلا بیانیه های وزارت خزانه داری رو نگاه بکنید که کسانی که با خزانه داری کار کردن میدونه اینها مستند هستش به اسناد بسیار دقیق. اونجا مثلا صحبت از این هستش که فلان مقام عالی رتبه بانک مرکزی دخالت مستقیم داره در واقع تأمین مالی ترور، دخالت مستقیم داره در پولشویی. شما در همین بحث فتح هم که نگاه میکنید این بسیار شگفت انگیز هست. شما وقتی مذاکرات مقامات جمهوری اسلامی رو میخونید، اساسا دغدغه اصلی اون هستش که آیا اگر که ما در واقع این اطلاعات رو یک مقدار شفافیت بیشتر داشته باشیم، ما میتونیم به حزب الله لبنان کمک بکنیم راحت یا نه، ما میتونیم به حماس کمک بکنیم یا نه. و از اون طرف مثلا طرفداران تصویب این طرح‌ها میگن که بله، ما یک در واقع لوپولای اینجا دیدیم که همچنان بتونیم این کارها رو بکنیم. در شما اگر برید مثلا اسناد خود فتح رو بخونید، چیزهایی که مقاماتش میگن، یکی از مهمترین دغدغه‌ها همین هستش. و طبیعتاً وقتی شما یک حکومت غیر نرمال هستید، غیر نرمال هم منظورم غیر دموکراتیک نیست، در دنیا بسیاری کشورهای غیر دموکراتیک هستن که با همه سازمان‌ها همکاری می‌کنن، مشکلی ندارن. وقتی شما یک کشور غیر نرمال هستید که این شبکه مالیتون رو، شبکه مالی داخل کشور رو تبدیل کردید به یک ابزار برای پولشویی، برای تأمین مالی ترور، و این هم نیست اشکالی که استفاده میکنن از این، عالی ترین مقامات کشور در واقع دارند هدایت میکنن این شبکه رو برای اینکه بتونن شبکه مالی جهانی رو در واقع استفاده بکنن برای این فعالیت ها. خب این طبیعتا تأثیر میگذاره روی همکاریتون با نهادهای بین المللی.